کشورهایی که از جمله آمریکا و انگلیس که عموماً رعایت قوانین رو در این دنگه راهبردی نکنن، مشکلاتی رو میتونن برای کشورهای دیگه ایجاد بکنن. متحد استراتژیک آمریکا میهمان ناخوانده در خلیج فارس. ایران درباره حضور اسرائیل هشدار داده، عراق گفته با صهیونیست‌ها همراه نمی‌شویم. در برنامه 60 دقیقه امشب می‌پرسیم کار آمریکا برای تشکیل یک نیروی چند ملیتی در خلیج فارس به کجا رسیده. همچنین در برنامه امشب یارگیری آمریکا علیه ایران در سفر جان بولتون به لندن، بریتانیا می‌گوید همچنان از برجام حمایت می‌کند. نخست وزیر بریتانیا بر سر دوراهی، آیا بوریس جانسون برجام را فدای قرارداد تجارت آزاد با آمریکا پس از برگزیت می کند؟ دریایی از نفت زیر دریای خزر، در رژیم حقوقی 5 کشور سهم ایران چقدر است؟ و نویسنده‌ای که خودش در میانه راه است کتابش به مقصد رسید، بهروز بوچانی جایزه ملی بیوگرافی استرالیا را برد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا خلیج فارس را به انبار باروتی تبدیل کرده که هر لحظه آماده اشتعال است. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران هم هشدار داده که ورود اسرائیل به آبهای خلیج فارس باعث شعله ور شدن جنگ می شود. بعد از مطرح شدن احتمال پیوستن اسرائیل به نیروی چند ملیتی برای تأمین امنیت خلیج فارس، وزیر خارجه عراق هم هشدار داده با این عبارت که عراق پیوستن به گفته او صهیونیست‌ها را به نیروهای خارجی در آبهای منطقه رد می‌کند. البته او از خلیج فارس هم به عنوان خلیج عربی یاد کرده. حضور نظامیان اسرائیلی در آبهای خلیج فارس چقدر جدی است؟ جدا از ایران بقیه طرف‌ها درباره آن چه فکر می‌کنند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. پس از آنکه آمریکا از تشکیل ائتلافی برای امنیت خلیج فارس خبر داد، ابتدا بریتانیا و بعد هم اسرائیل آمادگی خود را برای پیوستن به این ائتلاف اعلام کردند. پیوستن اسرائیل به این ائتلاف با واکنش ایران روبرو شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آمریکا را متهم کرده که خلیج فارس را به انباری از بارود تبدیل کرده که آماده اشتعال است. او در گفتگو با شبکه الجزیره گفته تجربه نشان می‌دهد که حضور ایالات متحده و ناوگان‌های نیروی دریایی خارجی در خلیج فارس هیچگاه امنیت با خود نیاورده. او بعد از ترک قطر در توییتر نوشت: از سفر بسیار سازنده به قطر بازگشتم. با تمیم بن حمد امیر قطر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردیم. همچنین گفتگوی مفصلی با الجزیره انگلیسی داشتم. فقط ملت‌های منطقه می‌توانند امنیت منطقه را تضمین کنند. به نظر می‌رسد وزیر خارجه ایران دلگرم حمایت عراق باشد که وزیر خارجه‌اش محمد حکیم امروز پیوستن به ائتلاف به رهبری آمریکا برای تضمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس یا به گفته او خلیج عربی را رد کرده است. آقای ظریف در حالی از تضمین امنیت خلیج فارس به دست کشورهای منطقه حرف زده که بعضی از این کشورها از جمله عربستان سعودی از تشکیل ائتلاف برای تضمین امنیت خلیج فارس استقبال کردند. خالد فالح وزیر انرژی عربستان به تازگی از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس ابراز نگرانی کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر خارجه این کشور هم گفتند که تل آویو روابطش را با کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی بهبود می‌بخشد. آقای کاتس گفته که این کشورها در نگرانی درباره آنچه جاه طلبی های ایران در منطقه می‌خواند با اسرائیل شریکند. حضور اسرائیل در ائتلاف اما ایران را نگران کرده. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه به آمریکا و بریتانیا درباره حضور اسرائیل در آبهای خلیج فارس هشدار داده و گفته این اقدام میتواند جنگ را شعله ور کند. کشورهایی که از جمله آمریکا و انگلیس که عموماً رعایت قوانین رو در این دنگه راهبردی نکنن، مشکلاتی رو میتونن برای کشورهای دیگه ایجاد بکنن. خط و نشان مسئولان جمهوری اسلامی برای اسرائیل موضوع تازه‌ای نیست. نخستین بار آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی خواستار محو اسرائیل از صحنه روزگار شده بود. اگر در ایران پاس نبذارن یک اسرائیلی پاشو بذاره ایران، بر مردم ایران واجب است که این حرات بل ببرن.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در سال 1394 گفته بود اسرائیل از بین خواهد رفت. در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم. حالا بعد از 25 سال فکرشو میکنیم. بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. در مقابل اسرائیل همیشه مخالف توافق هسته‌ای با ایران بود و وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آن خارج شد، این مرد نخست وزیر اسرائیل از آن استقبال کرد. این دو کشور در سالهای گذشته هر دو تلاش کردند از راه کشور سوم به مرزهای هم نزدیک شوند. در خرداد 98 ارتش اسرائیل تاکید کرد در پاسخ به حملات راکتی از خاک سوریه مواضع نیروهای سوری، ایرانی و حزب الله لبنان را هدف قرار داده. بعد هم این تصاویر را از انبار مهمات ایران منتشر کرد و گفت که آن را منهدم کرده است. سپاه پاسداران ایران هم در سوریه و هم در لبنان در نزدیکی مرزهای اسرائیل حضور دارد، حضوری که خود آن را مستشاری می‌نامد. در مقابل مقام‌های ایران در سال‌های اخیر از فعالیت‌های اسرائیل در جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان عراق اظهار نگرانی کردند. آنها حضور اسرائیل در همسایگی خود را تهدیدی بالقوه می‌دانند. هنوز مشخص نیست حضور اسرائیل در خلیج فارس چقدر جدی خواهد بود، اما آنچه مشخص است این است که دشمنی دو کشور بعد از حضور تل آویو در ائتلاف آمریکا برای تضمین امنیت کشتیرانی شدیدتر خواهد شد. فرین آسمی، بی بی سی. همزمان با سفر جان بولتون به لندن، بریتانیا تاکید کرده که موضعش در مورد برجام تغییر نکرده، اگرچه دولت جدید گفته بود که با آمریکا برای تشکیل ائتلافی نظامی در خلیج فارس همراهی خواهد کرد. این سفر در شرایطی برگزار میشه که بریتانیا امیدواره بعد از خروج از اتحادیه اروپا یک پیمان تجارت آزاد جامع با آمریکا امضا بکنه. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا در مرکز لندن با ماست. بهرنگ، بریتانیا قبلا روشن کرده که به ائتلاف بین المللی در خلیج فارس تحت رهبری آمریکا خواهد پیوست. آقای بولتون فراتر از این در رابطه بین بریتانیا و آمریکا در مورد ایران به دنبال چیه؟ ببین، خواسته اصلی مقام‌های آمریکا اینه که بریتانیا همراه آمریکا رو بره و حتی صحبت از این بود که مثل آمریکا بیاد بگه که برجام مرده و از توافق هسته‌ای خارج بشه، اتفاقی که تا الان نیفتاده. امروز هم قبل از چند ساعت قبل از اینکه جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا همینجا با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیدار بکنند، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت که موضع بریتانیا درباره برجام و ایران تغییری نکرده و حتی با وجود تمام حرفایی که از قبل زده بودن که احتمالاً آقای بولتون برای صحبت درباره ایران به اینجا اومده و حتی از طرف بریتانیایی هم گفته بودن که نخست وزیر بریتانیا با آقای بولتون درباره ایران میخواد صحبت کنه، صحبتی که بعدش اومد این بود که آقای بولتون گفته حالا صحبت درباره مسائلی مثل ایران و مسئله‌ای که با شرکت چینی هواوی دارن و این جور چیزا، اینا رو موکول می‌کنیم به بعد. ببین، یه دلیل داره. دلیلش اینه که بریتانیا دو ماه و نیم دیگه میخواد از اتحادیه اروپا بیاد بیرون و به احتمال بسیار زیاد این اتفاق هم بدون توافقنامه شکل میگیره و الان نه فقط در دفتر نخست وزیر بریتانیا، بلکه در تمام دولت بریتانیا، در تمام وزارتخونه ها هم و غم همه همین مسئله برگزیته. یعنی الان بریتانیا نمیخواد درباره هیچ چیز دیگه ای فکر کنه، اصلا فرصت اینو نداره که در مورد چیز دیگه ای فکر کنه، چیز دیگه ای حرف بزنه. ولی در دراز مدت اگه بخوایم نگاه بکنیم، بریتانیا مخصوصا اگر بدون توافقنامه ای از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، دسترسی به یک بازار بزرگ رو از دست میده و اقتصادش میتونه ضربه بخوره. برنامه دولت بوریس جانسون برای کم کردن این ضربه اینه که خیلی سریع با آمریکا به یه توافق تجارت آزادی برسه که در واقع شرکت‌های بریتانیایی به اون بازار بزرگ آمریکا دست پیدا بکنن.
برای رسیدن به اون آمریکا طبیعتاً یه سری پیش شرط داره، یه سری پیش شرط‌های اقتصادی داره. مثلا به بریتانیا میگه که شما باید اجازه بدید که محصولات تراریخته ژنتیکی یا محصولات دامی آمریکا که تا الان وارداتشون به بریتانیا مثل بقیه اتحادیه اروپا مجاز نبوده، باید بازارتون رو روی اینا باز کنین. ولی در کنار این تصور عمومی بر اینه که آمریکا یه سری شرط سیاسی هم بذاره، به اینکه مثلا بریتانیا باید از موضع اتحادیه اروپا درباره ایران و برجام فاصله بگیره و بیاد به صف آمریکا بپیونده، به جبهه آمریکا بپیونده. و ممکنم هست بریتانیا این کارو بکنه. تنها مشکل اینه منتقدان و رقبای داخلی بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا آقای جانسون رو متهم کردن به اینکه بلا قربانگوی آمریکاست و با آمریکا خیلی نرمش نشون میده، و نزدیکان آقای جانسون صحبت از این میکردن که نه، آقای جانسون و دولت بریتانیا با آمریکا یه اختلاف جدی داره و اونم سر ایران و برجامه. یعنی به نوعی اگر که اون موضوع رو بخوان تغییر بدن با فشارهای داخلی هم مواجه میشن. در نتیجه حداقل فعلا ممکنه در کوتاه مدت اتفاق خیلی جدی نیفته، بریتانیا اعلام نکنه که از برجام خارج میشه، ولی در دراز مدت ممکنه به این تصمیم برسه که منافع اقتصادیش بر اینه که از برجام خارج بشه تا بتونه قرارداد تجارت آزاد با آمریکا ببنده. ممنونم از بهرنگ تاجدین از مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا در خیابان داونینگ با ما. اما بحث رو ادامه میدیم با دو میهمان، یکی قیس قریشی فعال اقتصادی و همینطور تحلیلگر مسائل خاورمیانه خصوصا عراق اینجا در استودیو با ما، و رامان قوامی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از ژنو سوئیس با ما. سال اول رو از آقای قریشی میپرسم. آقای قریشی، چطور شده که عراق اینقدر صاف و پوست کنده در زمینه حضور احتمالی اسرائیل اظهار نظر کرده و عبارت دولت صهیونیستی یا حکومت صهیونیستی رو به کار برده؟ سلام خدمت شما و میهمان برنامه‌تون. ببینید اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی عراق تغییر موضع نداده. به هر حال باید متوجه باشیم که این دولت دولتیه که یک ور تشکیلش ائتلاف بوده و ائتلاف ایران در عراق نقش بسزایی داشته در تشکیل دولت آقای عبدالمهدی. ضمن اینکه به هر حال احزاب سیاسی اسلامی که الان در عراق فعالان و احزاب غالب عراقان و تصمیم گیرندن و تقریبا احزاب تمام کننده در عراق هستن، به نظر من تغییری در موضع عراق نهایتا ممکنه تعجب کنیم که چطور آقای حکیم که نزدیک به، البته اینطور تهمتی بهش زده میشه، حالا خودش قبول نداره این تهمت رو، بهش میگن که تو محور سعودی بازی میکنه یا برای رضایت سعودی ها بازی میکنه، ولی به نظرم اتفاق خاصی نیفتاده. سیاست عراق در قبال ایران مکررن تکرار شده، مخصوصا آقای آیت الله سیستانی که تقریبا فصل الخطابه، یعنی محبوبیت به سزایی داره در عراق و حرفای تمام کنندن به کرات اعلام کرده که عراق وارد هیچ گونه جدلی علیه همسایه، منظورش هم ایران بوده، نخواهد شد و پایگاهی برای حمله به منافع همسایگان خود نخواهد بود. به نظر من یک اتفاق عادیه در عراق، چیز خاصی من حداقل متوجهش نشدم. آقای قوامی، آیا وقتی که کشوری مثل عراق اینطور صاف و پوست کنده در زمینه حضور اسرائیل اظهار نظر میکنه در منطقه خلیج فارس، میشه اصلا انتظار داشت که این حضور حضوری جدی تلقی بشه یا اصلا قابل تصور باشه؟ بله، به نظرم در واقع عکس العمل وزیر امور خارجه عراق به حضور اسرائیل در آبهای خلیج فارس این هستش که کاملا متوجه هستن که این امر جدی هستش و اسرائیل به دنبال در واقع کنترل کردن اون منطقه هستش و عقب موندن جمهوری اسلامی از منطقه هستش. عراقی ها خودشون تجربه مقابله با اسرائیل رو دارن و خیلی بهتر از هر کسی دیگه تو منطقه میدونن که درگیر شدن با اسرائیل میتونه چه عواقبی داشته باشه و در واقع عکس العمل ایشون
کاملا نماینده این مسئله هستش که اسرائیل بسیار جدی است و حضور اسرائیل و بقیه کشورها در منطقه و نزدیک شدن به ایران خطر درگیری نظامی رو بالا میبره و عراق هم مثل همسایه ایران با توجه به اینکه در واقع ایران نفوذ داره، یک سری از گروه‌های مسلح و یا مذهبی تو این کشور به ایران وابسته هستن، از طرف ایران تغذیه میشن و در صورت عدم وجود جمهوری اسلامی در عراق این گروه ها و در واقع شخصیت های سیاسی میتونن طرف هر سمت و سویی برن و میتونن عراق رو متوجه بحران بیشتری بکنن. برای همین این اظهارات به نظرم بسیار جدی هستن، بخصوصاً که از یک مقام مسئول و رسمی عراق میاد متوجه شدن که حرکت های اسرائیل و عملکرد اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی بسیار جدی هستش و تنها نمایش قدرت و یا چیزی نیستش. بله آقای قریشی، اگر پای عمل بیاد هم به همین اندازه عراق جدیه؟ والا من یه گریزی بزنم به سال قبل شما. من بعید میدونم اصلا حضور اسرائیل در منطقه، یعنی حضور نیروی دریایی اسرائیل، ائتلاف دریایی علیه ایران، حضور جدی باشه، به خاطر اینکه ناوگان اسرائیل، ناوگان یعنی جزء اسرائیل، جزء نیروی دریایی اسرائیل، جزء ضعیف‌ترین نیروهای دریایی در حداقل منطقه نسبت به ایران، نسبت به کشورهای منطقه. 4-5 تا ناوشکن دارن، ناوچه دارن در مدیترانه، فکر میکنم 7-8 تا زیر دریایی دارن که مشغول، همه این نیروی دریایی مشغول حفاظت از مرز دریایی اسرائیل در مدیترانه و یه سری دکلهای استخراج گاز هستن. من خیلی بعید میدونم اگر این حضور جدی باشه، یک حضور اطلاعاتی امنیتی خواهد بود که من به نظرم من دو تا دلیل داشته اسرائیل، یا حالا بیشتر از دو تا دلیل ممکنه. اولش اینکه یک کردیتی به آقای ترامپ بده بابت ائتلافی که واقعا شکننده است، یعنی این ائتلاف هنوز انگلستانی هم که گفته چند و چونش رو مشخص نکرده چطوری میخواد وارد این ائتلاف بشه، با چند ناو یا ناوشکن، یعنی خیلی مبهم، فقط اینکه بله ما هم هستیم. در ثانی اسرائیل خیلی دنبال، یعنی سیستم تبلیغاتی اسرائیل و کشورهایی که همراهشن، مخصوصا سیستم تبلیغاتی سعودی و امارات، خیلی دنبال اینن که حضور اسرائیل، قبح حضور اسرائیل در منطقه تحت قالب یک ائتلاف با خودشون رو بشکنن و این بیشتر، به نظر من بیشتر تبلیغاتیه، یعنی این حضور، خیلی بعید میدونم که حضور فیزیکی باشه. در رابطه با عراق، بله ببینید قطعا حضور فیزیکی اسرائیل در منطقه یک اعلام جنگ به ایران و متحدان ایران در منطقه، یعنی من مطمئنم اگر این اتفاق، که خیلی بعید میدونم این اتفاق بیفته، ولی واقعا یک بحران جدی در منطقه رو به وجود میاره. ضمن اینکه امروز آقای ظریف در قطر، من شنیدم که پیامی هم رسوند به کشورهای حوزه خلیج با حضورش در قطر و غیر مستقیم به آمریکا که بیایید و اجازه بدید کشورهای منطقه حافظ امنیت منطقه خلیج فارس باشن. عراقی‌ها هم به هر حال گرفتار هر گونه بازی که ایران واردش میشه خواهند بود. به هر حال متحدین بسیار قوی و جدی و عقیدتی در عراق وجود داره. آقای قوامی، این طور که به نظر میاد، خب البته چالش‌های زیادی وجود داره اگر اسرائیل بخواد وارد خلیج فارس بشه، ولی بحثی که هست این است که در خلیج فارس ائتلاف‌های زیادی شکل گرفته. مثلا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک ائتلاف دارن، بعد کشورهایی که زیر پرچم عربستان سعودی در یمن بودن یک ائتلاف دیگه داشتن، خود آمریکایی‌ها هم خیلی موارد متعددی ائتلاف تشکیل دادن این طرف و اون طرف. اصلا چه لزومی داشته و چه لزومی داره که حرف از یک ائتلاف تازه بزنند؟ اگر ائتلافی کار بکنه، چرا همون ساختارهای قبلی کار نمی‌کنه؟ مسئله این هستش که در واقع این ائتلاف در مورد ایران هستش، تمرکز خاصش و تنها تمرکزی داره روی عملکرد جمهوری اسلامی هستش. نباید فراموش کنیم که این در واقع نهادی که در آن میخوان در واقع درست کنن، نزدیک به 78-79 کشور در واقع دعوت شدن به کنفرانس تو منامه در اکتبر همین امسال
که در واقع تو این نیرو جای بگیرن و تنها بحث آمریکا اسرائیل نیستش. مسئله که در خاورمیانه در واقع در حال شکل‌گیری هستش دو بلوک اساسی هستن. بلوکی که در واقع آمریکا هستش، کشورهای خلیج و همچنین اسرائیل، در برابر در واقع بلوکی که هستش ترکیه هستش، قطر و ایران تا حدودی، که همین که این مسئله رو خیلی بحرانی تر میکنه، در واقع از یه لحاظ بحرانی تر، از در واقع سوی دیگر شفافتر میکنه که تمام کشورهای منطقه و مخصوصا اسرائیل همپیمانیشون با آمریکا و عربستان در این چارچوب هستش که ارتباطات عربستان با کشورهای عربی به غیر از قطر در واقع بهتر بشه. اسرائیل آماده هر گونه همکاری در این زمینه هستش که بتونه همکاری های و اطلاعاتی، حالا در واقع تسلیحاتی و مالی که از طرف قطر، ترکیه و ایران به حماس و یا حزب الله میرسه رو قطع کنه. برای همین اسرائیل تنها این سیاست فعلی اسرائیل مربوط به آقای نتانیاهو و دولتش نمیشه. استراتژی اسرائیل هستش که در واقع میخوان با مقابله با ایران توجه کشورهای عربی رو جلب کنن، که در واقع جلب هم کردن. تو نشست در واقع ورشو، اول ورشو متوجه شدیم که نوار بیرون اومد که کشور عربستان، وزیر امور خارجه عربستان میگه که اولویت ما دیگه فلسطین، مسئله فلسطین اسرائیل نیست، اولویت ما ایران هستش و مقابله با در واقع عملکرد مخرب جمهوری اسلامی در منطقه. و این در واقع که داره تشکیل میشه بسیار متفاوت هستش، تمرکزش تنها بر جمهوری اسلامی هستش و خواهان در واقع به عقب راندن جمهوری اسلامی در سطح بسیار بالایی هستن. آقای قریشی، وقتی به رابطه بعضی از کشورهای عربی یا خیلی از کشورهای عربی با اسرائیل نگاه میکنیم، رابطه پر از انتقاد بوده، رابطه پر از مشکل بوده سالها، و در خیلی از کشورهای عربی به شدت با اسرائیل احساس دشمنی میکردن. چه اتفاقی افتاده؟ چه رفتاری از ایران دیدن که حالا اونطور که آقای قوامی اشاره کرد، اونها ایران رو گذاشتن در جایی که قبلا اسرائیل قرار داشت؟ ببینید، فرهنگ حاکم بر سیاست سعودی فرهنگ کاملا قبیله‌ای، فقط هم سعودی نیست، که کشورهای متعددی هست. میشه گفت لیدر این حرکت سمت اسرائیل و دشمنی با ایران سعودی‌ها هستن و بعدشون اماراتی‌ها. فرهنگ حاکم بر سیاستمداران سعودی فرهنگ بسیار بسیار قبیله‌ای هست. یعنی عرضم به حضورتون، نتیجه این فرهنگ قبیله‌ای هم شما میتونید توی یمن، توی سوریه، توی عراق، توی یعنی هر جایی که سعودی‌ها دست گذاشتن، روی حساب این که چشماندازی برای استراتژیشون، یعنی اصلا چشماندازی برای حرکاتشون ندارن. نهایتاً اگر از یک چیزی ناراحت یا ناخرسند باشن، به بدترین نوع حمله میکنن سمت اون حوزه یا اون کشور یا اون سیاستمدارها، و نهایتاً میبینیم که دیگه ما تقریباً با شکافی که بین سعودی ها و اماراتی ها در یمن افتاد، عملاً حوثی ها بعد از 5 سال که سعودی ها اعلام میکردن که ما این هفته کارشون رو تمام میکنیم یا کار حوثی ها تو یک هفته تمام میشه، بعد از 5 سال محور سعودی اماراتی امروز چالش داره و امروز دنبال تقسیم یمن که هست. نهایتاً فرق هم هست بین فرق میبینم بین دولت ها. ما حتی توی خلیج یه تجمع یک پارچه دیگه نداریم. یعنی شما امروز سعودی، امارات و بحرین که تقریبا یک تابع چشم بسته است وجود داره، در مقابل این ائتلاف قطر، کویتی ها بسیار نزدیک به قطری ها و عمانی ها شدن. نمیشه گفت اعراب منطقه خلیج فارس به صورت یک پارچه دنبال دشمنی با ایرانه. یعنی شکاف بسیار جدی بینشونه و هر روز این شکاف تعمیق شده. یعنی شما تو سال گذشته از کویت یا عمانی که حتی ممتنع بازی میکردن تو قضیه، تو درگیری سعودی با ایران رو اگر لحاظ بکنید، امروز حاضر نیستن همه تحت هر شرایطی با سعودی همراهی بکنن. آقای قوامی، به عمان اشاره کردند آقای قریشی، ولی عمانی ها اخیراً روابط گرمی رو با اسرائیل از جهاتی شروع کردند. دید و بازدید های بین اسرائیل و عمان در سطح رهبران، در سطح عالی دولت مردان دیده شد.
چه اتفاقی افتاده که بعضی از کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، مثل حالا امارات متحده عربی، چند کشور دیگر، اینها اومدن و جایگاه ایران رو با اسرائیل در مناسبات پر از دشمنی خودشون عوض کردند؟ کاملا مشخص است عملکرد جمهوری اسلامی در 10 سال اخیر رو مشاهده کنید، در واقع همش تهدید، در واقع فشار. خاصه تو سوریه رو دیدیم، در واقع مقامات جمهوری اسلامی ادعا این رو دارن که خاندان سعودی رو از کار برکنار خواهند کرد. بحرین هم همین مسئله هستش. در واقع هر جوری که نگاه میکنی جمهوری اسلامی خواهان در واقع مداخله هستش و تغییر نظام در کشورهای عربی، و همچنین جمهوری اسلامی نقش بسیار در واقع تنها محرک این جنگ شیعی سنی موجود هستش در حال حاضر. یه مسئله دیگه که باید مد نظر داشته باشیم که حضور نیروی دریایی کشورهای مختلف در منطقه خلیج تنها مسئله کشور عربستان سعودی قبیله نبودنش نیست. جمهوری اسلامی 3 خطای استراتژیک بسیار در واقع بزرگی رو انجام داده اخیراً. یکیش این که در واقع اعلام کردن که با روسیه قصد مرور نظامی دارن. این به این معنی هستش که جمهوری اسلامی قصد باز کردن پای روسیه به این منطقه رو دارن، که نه تنها آمریکا و کشورهای منطقه، که حتی در آینده اروپا هم اگه همچین مانوری عملی بشه اروپا هم پشت آمریکا رو خواهد گرفت. مسئله دوم در واقع انفجار نفتکش ها بود که کل در واقع جهان به عنوان یک تهدید مشاهده شد. مسئله سوم هم اگه من در نظر داشته باشیم در واقع تناقضات در بیان و پیام‌هایی هستش که مقامات جمهوری اسلامی مخصوصا ظریف می‌فرستن. از یه طرف میگن که ما آماده هستیم با عربستان در واقع گفتگو کنیم، ولی از طرف دیگه سفرهاشون به قطر که در حال حاضر دشمن درجه 2 عربستان هستن و نشست‌هاشون، اینها پیام‌هایی هستش که عربستان و کشورهای مثل عمان، کویت و در واقع بحرین رو به این سمت بردن که جمهوری اسلامی رو به عنوان تنها تهدید فعلی در نظر بگیرن. متشکرم، سپاسگزارم از رامان قوامی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از ژنو سوئیس با ما، و همینطور اینجا در استودیو بیس قریشی، فعال اقتصادی و تحلیلگر مسائل سیاسی. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی اصلاح طلب، میگوید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اختیاری در رفع حصر رهبران جنبش سبز ندارد، چون رهبر ایران به دلیل آنچه لجاجت و کینه توزی او خوانده اجازه نمیدهد. آقای قدیانی در یادداشتی نوشته تا زمانی که آیت الله خامنه ای بر مسند حکمرانی در ایران است، مردم روی آرامش و سعادت را نخواهند دید. به تازگی 8700 نفر از ایرانی ها در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار اقدام مؤثر برای رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده که سالار آقاخانی متهم ردیف اول پرونده فساد در بانک مرکزی از ایران فرار کرده است. از آقای آقاخانی به عنوان عامل بانک مرکزی در توزیع ارز نام برده می شود. او در پرونده مسئولان و مقام‌های سابق بانک مرکزی به مشارکت در اختلال نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز متهم است. اولین دادگاه متهمان پرونده اختلال ارزی هفته پیش در دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. یک سال پیش رهبران 5 کشور حاشیه دریای خزر کنوانسیون دریای خزر را امضا کردند تا به مذاکرات طولانی بر سر رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان پایان دهند. با این حال تکلیف بعضی از مسائل به آینده موکول شده. در هفته‌های گذشته در آستانه نخستین سالگرد امضای این کنوانسیون، نگرانی‌هایی درباره احتمال پایمال شدن حقوق ایران مطرح شده. خشایر جنیدی نگاهی کرده به کنوانسیون دریای خزر و سهم ایران. میدان نفتی کاشاغان در شمال دریای خزر، 15 میلیارد بشک نفت خام این میدان در اختیار قزاقستان است. دریای خزر منبع بزرگ انرژی های فسیلی است، اما نزدیک به 3 دهه پس از فروپاشی شوروی هنوز تکلیف منابع آن مشخص نشده. رهبران 5 کشور ساحلی خزر سال گذشته در قزاقستان گرد هم آمدند تا با این امضاها تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر را پس از 26 سال مذاکره مشخص کنند. دریای خزر تا پیش از فروپاشی شوروی بر اساس توافقنامه‌های دو جانبه بین مسکو و تهران مورد بهره برداری قرار می گرفت.
حقی که با ترکمانچای گرفته شده بود پس از انقلاب بلشویکی به ایران بازگردانده شد. بر اساس قرارداد 1921 میلادی 1300 خورشیدی دولت شوروی حق ایران رو برای دریانوردی، کشتیرانی تجاری همچنان در این دریا قبول میکنه و تن هم میده که این دریا مشاع باشه بین دو کشور در زمینه نیروهای نظامی. قرارداد 1940 در کنار به رسمیت شناختن حقوق هر دو کشور برای کشتیرانی تجاری و نظامی در این دریا، هر دو کشور رو مجاز میدونه که تا حدود 10 میل دریایی از ساحل خودشون حق ماهیگیری داشته باشن. شیلات مهمه برای دو کشور. با فروپاشی شوروی در پایان سال 1991 اوضاع تغییر کرد. 4 کشور جانشین شوروی شدند و نمیخواستند به عنوان جانشین میراث داره تنها 50% از دریای خزر باشند. طبق این قراردادها قرار شد که هر دو تا کشور بتونن به عنوان شراکتی از این منابع استفاده بکنن و در هیچ قراردادی، در هیچ کنوانسیونی بحثی از سهم درصدی نه ایران نه شوروی سابق نشده. پیشنهاد ایران برای تقسیم دریا به 5 سهم مساوی 20% مورد پسند همسایه ها قرار نگرفت. گزینه دوم یه گزینه حداقلیه. یه خطی بکشیم بین بندر آستارا و بندر حسین قلی، غرب و شرق و در حقیقت دریای خزر رو، سواحل ایران رو به هم دیگه متصل کنیم. جنوب این خط میشه متعلق به ایران. این سهم ایران چیزی بیشتر از 19% نمیشه. گزینه دیگر گزینه مشاع بود. تقریبا همان توافق امضا شده در قزاقستان. کنوانسیون دریای خزر همه کشورهای ساحلی را از 15 مایل دریایی آبهای سرزمینی و 10 مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری برخوردار کرده. منطقه‌ای که در خارج از این محدوده قرار می‌گیرد به صورت مشاع اداره خواهد شد. اما در کنوانسیون تکلیف نحوه تقسیم بستر و منابع زیر بستر دریا و همینطور ترسیم خط مبدأ مشخص نشده. کنوانسیون حقوقی جدید دریای خزر تعیین محدوده آبی بین کشورها رو به توافقنامه های دو جانبه بین اونها موکول کرده، کاری که 4 کشور دیگر انجام دادند. اما ایران هنوز با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در این باره به توافق نرسیده. 4 همسایه ایران قبلاً با هم بر سر تقسیم محدوده سرزمینی خود در خزر توافق کرده اند و این کار ایران را در ادامه مذاکرات مشکل می کند. یعنی ترکمنستان، روسیه، قزاقستان به توافقهایی رسیدن با آذربایجان و دارن سهم می برن. من اگر نگاهی بخوام بکنم میگم که قزاقستان حدود 29%، روسیه 19%، آذربایجان 18% و ترکمنستان هم 21% رو از آن خودشون به نقد کردن. آنچه که برای ایران میمونه بر این اساس یه چیزی کمتر از 13% خواهد بود. بعضی از نمایندگان مجلس، گروه‌های مخالف و کاربران شبکه‌های مجازی به چنین احتمالی واکنش نشان داده اند. اما وزارت خارجه ایران با رد گمانه‌زنی‌ها میگوید هنوز تحول تازه‌ای در این باره صورت نگرفته. به رغم نگرانی‌ها، دستاورد مهم این کنوانسیون برای دولت ایران برطرف کردن نگرانی‌های امنیتیش بوده. علاقه اصلی ایران فکر کنم سال قبلا به اون هر چیزی که مد نظر داشت رسید، بحث این که کشورهای همسایه اجازه ندارن که محدوده سرزمینی خودشونو در علیه کشور بر علیه کشور خاصی در اختیار کشور ثالث قرار بدن. ایران دغدغه امنیتی داشت و دغدغه امنیتیش تا به حد زیادی پس از کنوانسیون رفع شد. نتیجه پایانی مذاکرات هر چه که باشد، در نهایت یک بازنده بزرگ دارد. محیط زیست دریای خزر که در سالهای گذشته در رقابت همسایه‌ها
برای کسب منفعت بیشتر مورد تاخت و تاز قرار گرفته. خشایار جنیدی، بی بی سی. یادآوری میکنم که در برنامه صفحه دو فردا سه‌شنبه 11 شب به وقت ایران مفصل به همین موضوع خواهیم پرداخت. یادتون نره صفحه دو فردا شب 11 به وقت ایران. علی قاضی عسکر نماینده رهبر ایران در امور حج و زیارت در زمان حادثه منا صحبت‌های برادر یک دیپلمات کشته شده ایرانی در آن حادثه را دروغ خوانده که گفته بود مسئولان ایران قبول کردند که حادثه منا تقصیر ایرانی ها بوده. مرتضی رکن‌آبادی برادر قزنفر رکن‌آبادی گفته بود که دولت ایران قبول تقصیر کرده بود تا راه را برای شرکت دوباره ایرانی ها در حج باز کند. علیرضا رحیمی نماینده مجلس هم گفته این سازمان حج و زیارت است که مسئول مذاکره با دولت عربستان سعودی در مورد مسائل مربوط به حج است. در حادثه منا 4 سال پیش بیش از 2300 نفر جان خود را از دست دادند که صدها نفر از آنها ایرانی بودند. بخش صحبت‌های آقای مرتضی رکن‌آبادی برادر سفیر ایران در لبنان که در حادثه منا جان باخت رو ببینیم. حتی یه عذرخواهی ساده، نه از ایرانی ها نه از هیچ یک از اون صد و خورده کشوری که درگیر این قضیه بودند صورت نگرفته و تازه اومدن سال گذشته اعلام کردن که اصلا ایرانی ها مقصر آن چیزی بودند که در منا رخ داد، یعنی از ما طلبکار هم شدند. و در کمال تعجب باید بنده عرض بکنم که مسئولان جمهوری اسلامی واقعا تعجب آور برای بنده، سال گذشته که رفتن برای در حقیقت انعقاد قرارداد حج توافق نامه‌ای رو امضا کردند که بر اساس آن پذیرفته‌اند که آنچه که در منا رخ داد مقصرش ایرانی‌ها بودند تا بتونن راه حج رو باز بکنن و به این وسیله راه حج باز شد، یعنی روی خون شهدای منا پا گذاشته شد، روی خون این شهدا پا گذاشته شد تا اینکه برویم به کجا برسیم. اینکه شما میگین اطلاع قطعی دارید از این مسئله که اطلاع قطعی دارم، به موقع منبعم رو هم اگر نیاز بود حتما معرفی میکنم. مرتضی رکن‌آبادی بود برادر سفیر پیشین ایران در لبنان که در حادثه منا جان باخت. امید منتظری همکارم موضوع رو دنبال کرده. امید، بعضی از مقام‌های ایران خب این ادعای آقای رکن‌آبادی رو رد کردن، تکذیب کردن. این حرفای آقای رکن‌آبادی چقدر میتونه درست باشه؟ ما وقتی راجع به حادثه منا تو سال 94 داریم صحبت میکنیم، داریم راجع به مرگبارترین حادثه در تاریخ حج صحبت میکنیم که توش نه تنها بیش از 2300 نفر از ملیت‌های متفاوت جونشون رو از دست دادن، بلکه 465 ایرانی، یعنی برای ایرانی‌ها هم مرگبارترین حضورشون توی حج بوده. اینکه این حرف رو زده باشن و این مسئولیت رو پذیرفته باشن در مذاکرات با دولت عربستان مسئولان ایرانی، این یک کمی عجیبه. با این حال در واقع آقای رکن‌آبادی داره اشاره میکنه به این خواستی که بارها و بارها توسط خانواده جانباختگان حادثه منا و همینطور رسانه ها تکرار شده بود. به اونا میگفتن که ایران، مقامات ایران بعد از این حادثه چند تا خواسته مشخص داشتن از عربستان. اینکه عربستان عذرخواهی کنه، اینکه آمار واقعی رو اعلام کنه، اینکه غرامت بده، اینکه مدیریت حج رو به صورت اشتراکی در بیاره. هیچ کدوم عملا از این اتفاقها نیفتاد. عربستان اون جور که خودش دلایل این اتفاق رو اعلام کرد گفت ازدحام بیش از حد بوده اولا، و دوما زائران به دستور عملها دقت نکردن. چون ما داریم وقتی داریم راجع به منا صحبت میکنیم، راجع به مراسم رمی جمرات صحبت میکنیم، داریم راجع به محوطه 7 کیلومتری صحبت میکنیم که 5 کیلومترش فقط قابل استفاده است و نزدیک 2 میلیون نفر اونجا جمع میشن که با کارکنان و خدمه میشه 3 میلیون. خیلی ها میگن این بیشترین تراکم انسانی توی نقطه زمین تو اون چند روزی که حج برگزار میشه. برای ایران این حادثه بسیار مهم بود از این جهت که 3 روز عزای عمومی اعلام کرد ایران، بعدش اعلام کردش که در واقع کمیته حقیقت‌یاب باید تشکیل شه و 1 سال بعدش آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفتش که من حاکمان عربستان سعودی رو در واقع متهم این پرونده میدونم و مسئول این پرونده میدونم. برای همین وقتی که هیچ کدوم از این خواست‌ها
هنوز که هنوز اعلام نشده که برآورده شده، خب این سوال پیش میاد که پس چه اتفاقی افتاده؟ ایران آیا پذیرفته که این زائران بودن که به دستور عملها عمل نکردن، یا چرا عربستان عذرخواهی نمی کنه؟ ولی خب مناسک حج داره انجام میشه، چه اثری گذاشته در رابطه ایران و عربستان؟ واقعیت اینه که رابطه با عربستان مثل رابطه با بقیه کشورها نیست. یک مراسم آیینی، یک مراسم دینی اونجاست، یک مراسمی که جدای از روابط ایران و عربستان برای سالها پی گرفته شده. وقتی سال 1366 درگیری اتفاق افتاد، تیراندازی شد، بیش از 200 نفر از زائران ایرانی در اونجا کشته شدن، برای 3 سال اون موقع هم حج تعطیل شد ولی بعد دوباره ادامه پیدا کرد. یعنی این مراسم به لحاظ دینی هم مهمه برای ایران. با اینکه در واقع این حادثه منا در سال 94 در سالی اتفاق افتاد که هم تنش بین رابطه ایران و عربستان بعد از مرگ ملک عبدالله بسیار زیاد شده بود، همون چند ماه قبل از این حادثه مقامات ایرانی اعلام کردن شیوه بازرسی بدنی از شماری از زائران ایرانی به شکلی بوده که به اینها تعرض شده و بعد از اون مراسم حج عمره رو تعطیل کردن تا امروز. حج تمتع هم برای 1 سال بعد از حادثه منا تعطیل شد. با این حال در واقع مثل سال 66 شاید بشه گفتش که این دوتا ماجرا رو باید از هم جدا کرد. یک مراسم دینی داریم، یک روابط سیاسی داریم. ممنونم از امید منتظری. به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته نیروی انتظامی و بسیج 120 تبعه افغان مقیم ایران را که بیشتر آنها کودک و نوجوان بودند و در تهران زباله‌گردی می‌کردند بازداشت کردند. بر اساس این گزارش از شرایط این افراد خبری در دست نیست. مریم افشان گزارش می‌دهد. دست‌های کوچکشان در سطل‌های بزرگ زباله است و بدن‌های نحیفشان زیر بار سنگین زندگی خم می‌شود. به جای کلاس درس و مدرسه و کودکی کردن، در آلوده‌ترین مناطق شهر روز را شب می‌کنند. معضل کودکان زباله‌گرد معضل تازه‌ای نیست. سالهاست فعالان حقوق کودک می‌گویند که باید راهی برای بازگرداندن کودکی آنها پیدا کرد. به تازگی خبرهای از اجرای طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان منتشر شد که این طرح هم با اعتراضاتی مواجه بود. حالا خبرگزاری ایرنا از دستگیری 120 کودک زباله‌گرد افغان خبر داده. بعد این ماشین های ازدایاتی همه چون جلوش رو میگیریم، افغانی ها پیاده میکرد اینجا یکی از جاهایی است که ممکن است کودکان به آن منتقل شده باشند. اردوگاه عسکرآباد ورامین، اردوگاه مراقبتی اتباع و مهاجرین خارجی غیر مجاز. گزارش ایرنا میگوید که کسی در این اردوگاه نسبت به وضعیت بازداشت شدگان پاسخگو نیست. چندی پیش مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان گفته بود که سهم این کودکان از کل ارزش زباله‌های قابل بازیافت شهر تهران کمتر از 3% است. شهرداری جمع‌آوری زباله‌های تهران را 200 میلیارد تومان کرایه داده که برآورد می‌شود حدود 1 تا 1.5 برابر این میزان پیمانکاران سود می‌برند. 14,000 زباله‌گرد در تهران وجود دارد که 4,700 نفر از این افراد، یعنی معادل 1/3 آنها، کودک هستند. نزدیک به 90% این زباله‌گردان مهاجران هستند و شغلی دارند که در آن از هیچ گونه حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. فعالان حقوق کودک میگویند بیش از 70% این کودکان مورد آزار و خشونت قرار میگیرند. کودکان زباله‌گرد آخرین حلقه از چرخه بازار زباله‌گردی هستند. قبل از آنها پیمانکارانی طرف قرارداد شهرداری اند و مجوز زباله‌گردی را چندین میلیون تومان به صاحب کاران زباله‌گرد میفروشند، کاری که شهرداری میگوید غیرقانونی است. سود شهرداری به گفته مدیر انجمن حمایت از کودکان 200 میلیارد تومان است و سود پیمانکاران بیش از 2 برابر این قیمت. کودکان زباله‌گرد اما سهم ناچیزی در این میان دارند با هزینه سنگین کودکی و سلامتیشان. مریم افشنگ، بی بی سی. بهروز بوچانی، نویسنده کرد ایرانی، جایزه ملی بیوگرافی استرالیا را به فهرست جوایز خودش اضافه کرد. کتاب هیچ دوستی به جز کوها پیشتر مهمترین جایزه ادبی استرالیا را هم برده بود. آقای بوچانی 6 ساله که در جزیره مانوسه. جزیره مانوس متعلق به پاپوا گینه نوه، اما استرالیا سال 2013 پناهجوهایی رو که سعی میکنند به استرالیا بیرن به این جزیره دور افتاده میفرسته. آقای بوچانی با همکارم پرهام قبادی صحبت کرده.
این کتاب من میتونم بگم که باعث شده که جامعه فرهنگی استرالیا فهم عمیق‌تری پیدا کنه از این قضیه و من هیچ ادعا نکردم که این کارها و این فعالیت‌ها میتونه باعث آزادی ما و آزادی ناگهانی ما بشه، ولی خب من مطمئن هستم و عمیقا اعتقاد دارم که این کتاب در نهایت و این فعالیت‌ها و این خلق کردن‌ها نهایتاً میتونه بر روی گفتمان حاکم در فضای فرهنگی سیاسی استرالیا تأثیر بگذاره و به خاطر همین هست که من از مفهوم آزادی استفاده میکنم. البته اینجا آزادی من بیشتر مفهوم رهایی مد نظرم هست. من بعد از سالها واقعا متوجه شدم که زبان روزنامه نگاری یک زبانی است که در واقع خیلی نزدیک هست به ساختارهای قدرت و در خیلی موارد ما میتونیم بگیم که زبان قدرت هست و به خاطر همین من فکر کنم یک زبان رها و آزاد نیست. به خاطر همین گرایش پیدا کردم به این که از زبان هنر استفاده کنم و از زبان ادبیات استفاده کنم که یک زبان رهاست و یک زبانی است که من میتونم این در واقع ساختار قدرت رو به چالش بکشم. حالا این فیلم چوکا و کتاب من میتونم بگم دو قلو هستن و یک روحی که حاکم هست بر این دو اثر، یک روحیه که به مسائل دیگه هم میپردازه، به بحث استعمار میپردازه، بحث فرهنگ مردم اینجا و خیلی گسترش پیدا میکنه و نمیتونیم بگیم فقط در مورد پناهنده‌هاست. ما با یک دولت و سیستم فاشیستی طرف هستیم و این سیستم فاشیستی به هر حال پیرو یک مکتبی است که میتونه برای افکار عمومی این قضیه رو توجیه کنه و تونسته این سیاست رو، این سیاست تبعید انسان‌های بیگناه رو برای بخش بزرگی از جامعه استرالیا توجیه کنه و من فکر میکنم این با یک جایزه یا با یک کتاب یا با یک فیلم یا کارهای ژورنالیستی ما نمیتونیم این تغییر رو ایجاد کنیم به این راحتی. در طی دو سال اخیر به هر حال دولت استرالیا مجبور شد دولت آمریکا یک قرارداد امضا کنه و خیلی از پناهنده‌ها رو به استرالیا، به آمریکا منتقل کنه. یعنی الان من یه آماری به شما بخوام بدم اینه که شاید چیزی حدود 85% پناهنده‌هایی که در نارو بودن به آمریکا منتقل شدن و یا اینکه به استرالیا منتقل شدن. ولی خب پروسه انتقال پناهنده‌ها به آمریکا سرعت قابل توجهی نداره که بخوام که بگیم که حالا این جزایر در واقع تخلیه بشن این کمپ ها، ولی چیزی که هست اینه که گشایش اتفاق افتاده و ما خیلی امیدوار هستیم که در ماه های آینده پناهنده بیشتری از این جزایر خارج بشن. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون شهردار ارومیه در مراسمی در حال صحبت کردن به زبان ترکیه و عضو کرد شورای شهر از اون میخواد به فارسی صحبت کنه تا او هم متوجه بشه. پاسخ شهردار ارومیه واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته. او در بخشی از حرفاش میگه که همیشه این بحث وجود داره که در جلسات فارسی صحبت بکنیم یا ترکی. این ویدیو و واکنش‌ها در توییتر رو ببینید. خامد جلسات اشته برده من تو هم متوجه تشور رو فارس دانشه اما اشتر نگاه بیه از منصور سخت به جریان محروم
آذری تو شده نمیدونه گفته من اسرار داشتم اما همیشه به گفتگاه روز باید میدم چی دار سر اساس تو شو داره چه فارس باشه مثلا ترکی تصویری فارسی کار بندونه ساعت بزنه سوال هم نمیشه داشت من شاشر خداوند متعال هستیم که بعد از 40 سال همچنان بسیجیان پا در رکاب هستند و برای حمایت از انقلابشون، حمایت از کیان ایران اسلامی آذری تو شده نمیدونه گفته من اسرار داشتم اما همیشه به گفتگاه روز باید میدم چی دار سر اساس تو ترکی داره چه فارس باشه مثلا ترکی تصویری فارسی کار بندونه ساعت بزنه بیاد تبرک فرین تقی‌زاده که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رو رصد کرده حی حاضر اینجاست. واکنش زیاد بوده در این قطعه گزارش هم اشاره شد. حق رو بیشتر به کدوم طرف میدن؟ کاربران به دو طرف باید بگم که حق دادن، یعنی بستگی به این داره که کاربران از چه نگاه، از چه زاویه‌ای دارن به موضوع نگاه میکنن، فیلم رو از کجا دیدن، اصلا در کدوم شهر دارن زندگی میکنن، آیا خودشون ترک زبان هستن، آیا خودشون کرد زبان هستن یا ندارن در یه شهر دیگه زندگی میکنن و عقیده دارن به اصل 15 و اصل 19 قانون اساسی، که اصل 15 قانون اساسی به زبان خط رسمی مشترک ایران اشاره میکنه که فارسی همه جا باید رعایت بشه و البته در مورد اینکه استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی هم و همینطور تدریس ادبیات اونها در مدارس هم اشاره می‌کنه که باید به نوعی در کنار زبان فارسی آزاد باشه. اصل 19 هم به این اشاره می‌کنه که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشن از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز خاصی نخواهد شد. این دو تا اصل قانون اساسی بسیار امروز در موردش بحث شده و اگه من بخوام به اینکه کدوم کاربر داره از چه زاویه حمایت خودشو نشون میده و ابراز میکنه باید بگم که مثلا علی مجتهدزاده برگشته در توییتر خودش به پیشینه این ماجرها نگاه کرده، مشخصا رو کرده به آقای قاضی پور نماینده ارومیه و گفته که اگر رفتار آقای قاضی پور در سالهای گذشته اینطور نبود، فقط به خاطر اینکه ولایت مدار هست به خودش اجازه نمیداد که خیلی صحبت‌ها رو بکنه، الان شهردار نمیتونست بیاد همچین واکنشی نشون بده، همچین صحبتی بکنه. اینها مخالفان شهردار هستن و میگن که شهردار اشتباه کرده با اون برخوردی که با آقای خالد حاتمی کرده که عضو کرد زبانه، عضو کرد شورای شهر ارومیه هستش. یا مثلا احسان بوداغی اومده در مورد این صحبت کرده که اگه شهردار ارومیه میگه من فارسی بلد نیستم یا نمیتونم صحبت‌های خودم رو به وضوحه که به ترکی میگم به فارسی بیان کنم، بهتره که الان من به ترکی صحبت کنم، باید رفت ببینم که مدرک دانشگاهی ایشون چیه، اون رو باید به نوعی راستی آزمایی کنم و از وزارت کشور اطلاعات خواستن که وارد بشن و انگیزه شهردار ارومیه رو بررسی کنن. در مورد کسانی که نگاهی زبانشناسی ناختی دارن به قضیه یا کسانی که با ادبیات خیلی آشنا هستن اونا چی؟ آیا اونها حرفی در این باره زدن؟ من توییتر رو داشتم نگاه میکردم، توییت آقای مجید تفرشی رو دیدم، تاریخ نگار، مشخصا همین کمتر از یک ساعت پیش یه توییتی در این مورد کرده، به سه نکته اشاره کرده، میگه که داستان شهردار ارومیه و رفتارش نگران کننده است، موضعش با همین خط اولش مشخص میشه. آقای تفرشی گفته از سه حالت خارج نیست، یا اینکه واقعا راست میگه که فارسی نمیدونه، اون وقت بعد از سطح علمی دانشگاه‌های ایرانی علامت سوال روش گذاشت ببینن که ماجرا چیه، یا اینکه میگه که یا مغرض بوده، ایران ستیزه و ضد وحدت ملی و زبانگرایی و زبان ملی و فراگیر شدن زبان رسمی، میگه از این سه حالت خارج نیست موضعی که ایشون گرفته. از طرف دیگه مثلا آقای دهباشی رو من دیدم از ساعت‌ها پیش در مورد این موضوع اشاره کرده و به صحبت‌های آقای ساعدی اشاره کرده که در مصاحبهش با بی بی سی مشخصا در مورد زبان فارسی بخشش در سالیان گذشته مطرح کرده بود، اونو اشاره کرده و در پایین توییتش نوشته که شهردار ارومیه باید عذرخواهی کنه و حتی من دیدم که تو این ساعت‌های اخیر هم
خواسته های بخشی از کاربران توییتر اینه که شهردار ارومیه باید استعفا بده. حالا ممکنه تا روزهای آینده واکنش های دیگه از این موضوع ببینیم، ولی باز از اینکه چه بخشی چه حمایتی کرده از شهردار یا از نماینده شورای شهر کرد زبان هست آقای حاتمی، باید بگم که اون ور گفتم مخالفان شهردار و موافقان شهردار برای ما صداشون رو فرستادن روی @bbc شما تلگراممون، بیشتر ترک زبانانی هستن که یا در ارومیه زندگی میکنن یا در شهرهای ترک زبان هستن. اینو با هم دیگه بشنویم. تمام جلسات شهر ارومیه معمولا به زبان ترکی برگزار میشه و تمام ساکنان ارومیه چه ترک و چه غیر ترک این زبان رو به خوبی متوجه میشن و میتونن صحبت بکنن. این آقایی که تو شورای شهر ارومیه اینطوری بلوا به پا کرده، خودش هم ترکی میدونه هم کردی. اولا بهش ارومیه خاک آذربایجانه که اونم حالا رفته اونجا شورای شهر شده، حالا به لطف مردم آذربایجان شده. حالا ما بخوایم دفعه بعد ایشون اصلا نمیذاریم که بیاد به پاش برسه به شورای شهر که همچین احسان نداری کنه. وقتی شما میری 60 سال 70 سال ساکن یه شهری میشی که همشون ترکن و شهر اصالتی ترکی داره و شما میری نماینده اون شهر میشی، عضو شورای شهر میشی، باید ترکی بلد باشی. اصلا یعنی چی من بلد نیستم؟ دارن دروغ میگن شو تبلیغاتی، چون انتخابات چیز شورا هم نزدیکه. ببینید مسئله از این قراره که خیلی از هموطنان کرد ما در ارومیه زبان ترکی رو خوب بلدن، ولی در سالهای اخیر یک پروپاگاندایی رو شروع کردن که نمیخوان ترکی حرف بزنن و برای اینکه استان رو چند قومیتی، مخصوصا شهر ارومیه رو چند قومیتی نشون بدن، میخوان که فارسی حرف بزنن. خب منم فکر میکنم، احساسم اینه که آیه شهردارم با توجه به اینکه واقف آیه حاتمی ترکی رو بلدن، لج کردن و فارسی حرف نزدن. ولی مشکل ما ریشه ایه. ببینید ما یک کشور مالتی کالچر و مالتی لنگویج داریم. اگه مثلا مثل کشور سوئیس ما هم چندین زبان رسمی داشتیم در ادارات و مکاتبات رسمی هم استفاده می شد، هم به مراتب همبستگی ملی بالا می رفت و هم این مشکلات رو به صورت کمتر باش مواجه می شدیم. صدای شماری از کاربران بود که فرین هم بهشون اشاره کرد. ممنونم از شما که تا این لحظه برنامه 60 دقیقه رو تا پایان نگاه کردید.